عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. ممنونم آقای دکتر که با وجود مشغله فراوانی که دارید در واقع برای بار دوم دعوت مجموعه ما رو پذیرفتید. باعث افتخار ما هست میزبانی شما و حقیقتا وقتی که ما به موضوعات معرفتی و عرفانی برخورد میکنیم اولین نامی که مد نظر ما هست اسم شما هست و خوشحالیم که قبول زحمت کردین. خواهش میکنم. خیلی ممنونم از لطفتون. صدای منو خوب میشنوید؟ من صدای شما رو بدون اشکال دارم. یه مقداری تصویرتون آقای دکتر در واقع یه مقداری چترنجی میشه. دوستان اگر میشه اعلام کنید که صدا و تصویر آقای دکتر رو به چه صورت دارین تا اگر قابل در واقع بهتر شدن هست ما تصویر کنیم این موضوع. اگر نه هم که همینقدر که صدای شما رو هم داشته باشیم تو این وضعیت اینترنت غنیمت هست. آقای دکتر من با اجازهتون یه ابیاتی رو از وادی طلب منطقه تیر عطار خوندم. عنوان بسیار عنوان جالبی هست و به هر حال خوشحال میشیم که درباره وادی طلب، مفهوم طلب از دیدگاه عطار و دیدگاه مولانا که موضوعی بوده که خود شما پیشنهاد دادین صحبت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندم در هر جای ایران عزیز و هر جای زمین زیبا که صدای ما رو میشنوند. امیدوارم که حال همه خوب باشه و لحظات بسیار زیبا و دلنشینی رو در کنار عزیزانشون سپری کنند. از شما و همکاران ارجمندتون سپاسگزارم که عاشقانه برای رشد و پیشرفت ادبی و فرهنگی و اخلاقی مردم وقت میذارید. امیدوارم که خداوند مهربان در این راه زیبا همراهتون باشه همیشه و روز به روز توفیقات بیشتری داشته باشید. متشکرم. موضوعی که انتخاب شده برای جلسه امروز عبارت هست از طلب عارفانه از نگاه مولانا و عطار. یکی از دلنشین‌ترین بخش‌های منطقه طیر به بحث مهم هفت وادی سلوک اختصاص داره که همه میدونن. عطار در این بخش هفت وادی سلوک رو به این ترتیب معرفی کرده: وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی حیرت و بالاخره وادی فقر و فنا. و بعد درباره هر کدوم از این هفت وادی توضیحات خیلی زیبا و دقیقی دادن و با داستان‌های زیبا، تمثیل‌ها، آیات، احادیث و سخنان بزرگان این هفت وادی رو معرفی کردند. مولانا برخلاف عطار درباره منازل و مقامات و وادی‌های سلوک به طور منظم و دقیق صحبت نکرده، به خاطر اینکه او اصولاً اهل این قبیل نظریه پردازی‌ها و طبقه‌بندی‌ها نیست. با این حال مولانا هم در سراسر مثنوی و دیوان شمس راجع به هفت وادی مهمی که عطار اونها رو در واقع هفت وادی سلوک یا بعداً آیندگان هفت شهر عشق خوندن صحبت‌های فراوانی رو مطرح کرده. سخنان مولانا در مواردی مؤید سخنان عطار، در مواردی خطاهای او رو تصحیح می‌کنه، در مواردی ناقض سخنان عطار و در مواردی هم از سخنان عطار فراتر میرن و مطالب جدیدی رو مطرح میکنن. به نظرم یکی از کارهای تحقیقی خیلی سودمند اینه که سخنان این دو بزرگ رو درباره هفت وادی سلوک بر اساس همه آثار عطار و همه آثار مولانا به شکل مقایسه‌ای بررسی بکنیم و نقاط اشتراک و اختلاف اونها و همچنین نقاط ضعف و قوت هر کدوم از این دو بزرگ رو بتونیم بر بشنویم. این به نظرم یک کتاب بسیار درخشانی به وجود خواهد آورد که میتونیم اسمش رو بذاریم بررسی تطبیقی هفت وادی سلوک از نگاه عطار و مولانا. عطار واقعا ذهن دقیق و منسجمی داره و در بین شاعران ما یکی از منسجمترین و دقیقترین اذهان متعلق به عطاره. ولی با این حال سخنان او درباره وادی طلب در منطق و طیر به نظر میرسه که تا اندازه پریشان و ناقصه. یعنی اگر پرسش های از این دست رو از سخنان عطار راجع به طلب بپرسیم به دشواری میشه که پاسخهای جامع و دقیق برای اونها پیدا کرد.
یک، حقیقت طلب چیست؟ دو، آیا آغازگر طلب انسان یا خدا؟ به عبارت دیگه، طلب بر اثر کوشش انسان به وجود میاد یا بر اثر کشش خدا؟ سه، اگر خداست که طلب رو در انسان ایجاد میکنه، نقش انسان در این وسط چیه و آیا کوشش های انسان در پدید آمدن یا تداوم طلب تأثیری داره یا نه؟ چهار، نشانه های طالب حقیقی کدومن و چطور میشه از درستی طلب خود اطمینان پیدا کرد؟ پنج، آیا همه انسان ها به طور یکسان میتونن طالب باشن یا اینکه این راه فقط به روی برخی از انسان ها گشوده است؟ شش، اگر فقط برخی از انسان ها میتونن گام در راه طلب بگذارن، علت یا علت های اختصاص اونها به این امر چیه؟ و سوالات فراوانی دیگه، شاید درها پرسش دیگه هم میشه مطرح کرد. و مروری بر سخنان عطار در منطق الطیر نشون میده که غالب این پرسش ها در خلال سخنان عطار پاسخهای درخوری پیدا نمی کنن. ولی با این همه باید پذیرفت که با ژرف اندیشی در سخنان عطار در همین منطق الطیر و همچنین با مراجعه به دیگر آثار عطار به ویژه مصیبتنامه میشه تا حد زیادی از ورای این پریشانی ظاهری سخن او که لازمه شعر هست عبور کرد و نکات بسیار مهمی رو در باره طلب استنباط کرد. بنابراین من به نظرم میرسه که در باره طلب فقط نباید به منطق الطیر اکتفا کرد. بقیه آثار عطار به ویژه مصیبتنامه رو هم از منظر طلب باید مورد بررسی قرار داد. جمع آوری این سخنان و تحلیل و طبقه بندی اونها میتونه پاسخهای بسیاری از پرسشهایی رو که مطرح کردیم و در منطق الطیر در واقع پاسخ نمییابند اینها رو به دست آورد. خب من در این گفتگو در این مجالی که وجود داره چند تا نکته مهم رو راجع به طلب از نگاه مولانا از نگاه عطار و مولانا خدمت دوستان عزیزم عرض می‌کنم. هر جا لازم بود که شما صحبت بفرمایید لطفاً بفرمایید. خب اگر که صلاح میدونید با یه تعریف مختصری از مفهوم طلب بحث رو شروع کنیم، یا اصلا این طلب فقط در واقع طلب عارفانه هست، آیا معنی دیگری که توی زندگی روزمره و عادی هم ما بتونیم برای اون معنی در نظر بگیریم داره یا خیر؟ اگر صلاح میدونید از اینجا بحث رو شروع کنیم. برای که این بحث رو من دارم ولی سر جای خودش با اجازه شما مطرح میکنم که الان از یک سری مقدمات بگذاریم و بعد به اون بحث که شما فرمودید برسیم. چشم. عطار وادی طلب رو به عنوان نخستین وادی از وادیهای عرفان معرفی میکنه. تا جایی که اطلاعات بسیار اندک من اجازه میده کسی غیر از عطار این کار رو انجام نداده. عارفان دیگه غالباً یا توبه رو به عنوان نخستین گام سلوک در نظر گرفتن یا یقظه رو، یقظه با قاف و تازه یعنی زی دسته دار، معنی بیداری. اگر توبه و یقظه رو به عنوان وضعیت‌های موقتی و گذرا در نظر بگیریم، طبعاً نمیشه بین اونها و طلب پیوند برقرار کرد. به عنوان نمونه اگر کسی دروغی بگه یا حق کسی رو غصب کنه و بعد گرفتار عذاب وجدان بشه، به خودش بیاد و توبه کنه و بعد از توبه زندگیش دوباره مثل زندگی قدیمی او، مثل گذشته او ادامه پیدا کنه، در این صورت یقظه و توبه تحول بنیادینی در زندگی او ایجاد نکردن و چون این توبه و یقظه مناسبتی با طلب نداره. ولی اگر توبه و یقظه رو نه به عنوان یک حالت گذرا و موقتی بلکه به عنوان یک نقطه عزیمت در زندگی شخص در نظر بگیریم که تحولی بنیادی در زندگی شخص به وجود میاره و زندگی او رو به طور کامل دگرگون میکنه، دیگه در این صورت یقظه و توبه نه حالتی موقتی بلکه نقطه آغازی برای یک زندگانی نوینه. برای نمونه اگر کسی نه به خاطر یک گناه خاص یا خطای ویژه بلکه به خاطر نارضایتی از کل زندگی خودش دچار عذاب وجدان بشه و تصمیم بگیره مسیر زندگیش رو به طور کامل تغییر بده، اون وقت توبه و یقظه او سرآغاز یک فصل جدید در زندگیش میشه. خب یه اینجور توبه و یقظه با طلب که از نظر عطار نخستین وادی سلوکه مناسبت تام میداره. البته طلب به طور کامل با توبه و یقظه یکی نیست. میشه توبه و یقظه رو از ارکان اصلی طلب به شما را برد، ولی البته طلب غیر از توبه ارکان دیگری هم داره که من در ادامه بهشون اشاره میکنم. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که علل به وجود اومدن طلب در یک انسان کدوم ها هستن؟
چه عواملی یا چه عاملی باعث میشه که شخص به وادی طلب بیفته و درد طلب دامنگیر او بشه. در این باره خیلی حرفای فراوان میشه زد. من به 4 تا از این عوامل اشاره میکنم. یکی درک فاصله میان جهان موجود و جهان مطلوب، یعنی طلب حقیقی در زندگی شخص رخ نمیده مگر اینکه او عمیقا به این باور برسه که در زندگی او کاستی و خلایی وجود داره که هیچ امر مادی نمیتونه اون رو پر بکنه. شخص ممکنه از همه مطلوب‌های اجتماعی مثل رفاه و آزادی و امنیت و عدالت و ثروت و شهرت و حیثیت و اعتبار و قدرت برخوردار باشه، ولی همچنان در زندگی خودش احساس پوچی و بی‌معنایی و دلمردگی داشته باشه. در اینجاست که شخص میفهمه که بین دنیای موجود و جهان مطلوب او فاصله وجود داره و احساس آرامش و لذت خاطر نداره. عطار برای اینکه این وضعیت روانی اینجور آدمی رو توصیف کنه، یه داستان خیلی زیبایی رو برای ما تعریف میکنه. یک سگی کلوچه‌ای در دهانش گرفته، داره از یک راهی میره. یک دفعه نگاهش به ماه میفته در آسمان. سگ فکر میکنه که ماه هم یه نوع خوراکی خیلی خوشمزه است. به سودای این که ماه رو بگیره، کلوچه رو رها میکنه و شروع میکنه به دویدن به طرف ماه. خب کاملا روشنه که کوشش‌های او بی‌فایده‌ان و او هر قدر که میره به ماه نمیرسه و میفهمه که این مطلوب دستیافتنی نیست. برمیگرده تا کلوچه‌ش رو پیدا کنه، ولی به قدری از کلوچه فاصله گرفته که دیگه نمیتونه کلوچه خودش رو به دست بیاره. او از طرفی میخواد به کلوچه خودش برسه، اما هر قدر مییابه کمتر، هر قدر میجوید و جستجو میکنه کمتر مییابه. از طرفی هم میخواد که به ماه برسه، ولی به ماه هم دسترسی نداره. بنابراین او در بین دو وضعیت کاملا حیران و سرگشته بر جا میمونه. درک عمیق فاصله میان جهان موجودی که رضایت بخش نیست و دنیای مطلوبی که در دسترس نیست باعث میشه که شخص به طور جدی در پی تغییر و دگرگونی بر بیاد. در چنین حالتی شخص نمیتونه از آنچه که داره خوشنود و راضی باشه و نمیتونه به آنچه که مطلوبه برسه. گرفتاری در میان این دو وضعیت باعث درد طلب میشه. یک کلیچه یافت آن سگ در رهی، ماه دید از سوی دیگر ناگهی. آن کلیچه بر زمین افکند سگ، تا بگیرد ماه برگردون به تگ. چون بسی تگ زد ندادش دست ماه، باز پس گردید و باز آمد به راه. آن کلیچه جست بسیاری نیافت، بار دیگر رفت و سوی مه شتافت. نه کلیچه دست می دادش نه ماه، از سر ره می شد او تا پای راه. در میان راه حیران مانده، گم شده نه این و نه آن مانده. تا چنین دردی نیاید در دلت، زندگی هرگز نگردد حاصلت. درد می باید تو را در هر دمی، اندکی نه عالمی در عالمی. تا مگر این درد ره پیشت برد، از وجود خیش بی خیشت برد. دومین عاملی که میتونه باعث پدید آمدن درد طلب در وجود شخص بشه، آگاهی شخص از تباهی ها و خطاهای خودشه. گاهی شخص بخشی از عمرش رو در تباهی و خودبینی سپری میکنه، یعنی گوهر بیبدیل وقت رو صرف امور بیهوده میکنه، یا خدای نکرده از اون بتر عمر خودش رو صرف تجاوز و مردم آزاری و فساد میکنه. و وقتی که به پشت سر خودش نگاه میکنه، انبوهی از دلهای شکسته و جانهای رنجور رو میبینه و در میابه که به معنای واقعی کلمه عمر خودش رو باخته و جز زیان و تباهی به بار نیاورده. درک عمیق زیانها و تباهکاریها باعث میشه که شخص به شدت از شیوه گذران زندگی خودش پشیمون بشه و دردی مرسوز پنجه در رگ و ریشه جان او بندازه و او رو بیقرار و ناآرام کنه. و همین درد و بیقراریه که موجبات تحول معنوی شخص رو فراهم میاره. درد طلب بنابراین بر اثر فهم عمیق کاستی ها و تباهی های خودمون به دست میاد. مولانا میگه زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. و باز در داستان ابلیس و آدم مولانا میگه که ابلیس میخواست به انسانها زیان برسونه، ولی در واقع به زیان خود کار میکرد. منظور او اینه که انسانهایی که گمان میکنن دارن به دیگران آزار میرسونن،
در واقع دارن 100% به زیان خودشون عمل میکنن. لعنت حقیقی که گریبانگیر ابلیس شد چیزی جز حسادت و خودبینی و کینه‌توزی نیست. شخصی که دریابه گرفتار این لعنت ابدی شده، یعنی حسادت و خودبینی و کینه‌توزی، عمیقا دردمند میشه و همین درد مقدمات تحول روحی او رو فراهم میکنه. زان که گر او هیچ بیند خیش را، مهلک و ناسور بیند ریش را، درد خیزد زین چنین دیدن درون، درد او را از حجاب آورد برون. تا نگیرد مادران را درد زه، طفل در زادن نیابد هیچ ره. مادام که درد زه به مادرها دست نده، هیچ بچه‌ای متولد نمیشه. شرط تولد بچه درد مادره. اون همه ما هم حامله ایم به طفل حقیقت. همه ما در درونمون گوهر حقیقت رو وجود داریم، اما برای این در درون خودمون گوهر حقیقت رو داریم، اما برای اینکه این گوهر حقیقت متولد بشه و آشکار بشه، ما باید درد رو عمیقا درک بکنیم. این امانت در دل و دل حامله است، این نصیحت ها مثال قابله است. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید، درد کودک را رهیست. آن که او بی درد باشد رهزن است، زن که بی دردی انالحق گفتن است. سومین عاملی که میتونه باعث پدید آمدن درد طلب در انسان بشه، اعتماد کردن به صدق و شور و گرمای یک انسان والاست. یکی از مهمترین اموری که باعث میشه شخص به طلب راستین دست پیدا بکنه، مشاهده شور و گرما و نشاط یک انسان والاست. در اینجا شخص خودش هیچ تصوری از مبانی فکری و اهداف شخص دیگه نداره و حتی ممکن اصلا معانی سخنان او رو در نیابه، ولی به وضوح میبینه که او بسیار چالاک و شادمان و با نشاطه و با شور و شوق شگفت‌آور در راه خودش پیش میره. دیدن صدق و صفای اون انسان والا میتونه این شخص رو به این نتیجه برسونه که اگر من سخنان او رو نمیفهمم و کارهای او رو در نمییابم، اما این شور و شوق و صدق و صفا و آرامش و امید نمیتونن بیهوده و بیپایه باشن. به این ترتیب این شخص مقلدانه و ناآگاهانه به تبعیت از اون شخص والا میپردازه و به تدریج بر اثر این تقلید آتش طلب در درون او شعله ور میشه. یه تمثیلی مولانا در مثنوی ابیات دفتر دوم ابیات 2973 تا 3009 داره، بسیار تمثیل شگفت‌آوریه. یک مردی مرد دیگری رو میبینه که با شدت تمام، با شوق و شور تمام داره میدوه. این وقتی که شور و شوق او رو میبینه، میره یقه اون رو میگیره و میگه آقا با کجا با این عجله؟ میخوای کجا بری؟ میگه من شتری دارم و گمش کردم، میخوام برم شترم رو پیدا کنم. ولم کن خیلی عجله دارم. به قدری شور و هیجان داره برای پیدا کردن شترش که این آقا هم که اصلا شتری نداره و شتری گم نکرده، دنبال او راه میفته و همونجوری میره، اعتماد میکنه به او. بالاخره اون مرد به یه بیابونی میرسه و در اونجا شتر خودش رو پیدا میکنه. این مرد هم که دنبال او رفته بود توی بیابون یک دفعه یک شتری میبینه و یادش میاد که او هم شتری داشته و فراموشش کرده بوده و الان شتر خودش رو پیدا میکنه. و بعد دیگه از اون لحظه که شتر خودش رو پیدا میکنه به اون نفر اولی میگه که تا اینجا من دنبال تو اومدم، فقط به تو اعتماد کردم، ولی از اینجا که من بخشی از مطلوب خودم رو یافتم، دیگه میتونم برم به دنبال اون مطلوب خودم. و بعد نظر مولانا اینه که همه ما خدا رو گم کردیم و باید اعتماد کنیم به شور و شوق انسانهایی که سر از پا نشناخته در طلب خدا میگردن و با شوق و شور فراوان زندگیشون صرف جستجوی خداوند میشه. اگر ما هم به اونها اعتماد کنیم و به دنبال اونها بریم، امیدواریم که ما هم یک روزی گمشده خودمون رو پیدا بکنیم و طلب واقعی دامنگیر ما بشه. بنابراین اول طلب این آقا مقلدانه بود، بعدم که شتر رو دید طلب او محققانه شد. اگر ما در خودمون هیچ گونه طلبی نمییابیم، میتونیم به سوز و گرما و عشق و شوق و معناداری زندگی کسی مثل عطار یا مثل مولانا اعتماد کنیم و راهی رو که اونها در پیش گرفتن در پیش بگیریم، به این امید که با این طلب ناآگاهانه و مقلدانه به تدریج آتش طلب راستین دامن ما رو هم بگیره و ما رو جلو ببره. مولانا از زبان اون شخص میگه که
او طلبکار شتر آن لحظه گشت، می نجستش تا ندید او را بدشت. بعد از آن تنها روی آغاز کرد، چشم سوی ناقه خود باز کرد. گفت آن صادق مرا بگذاشتی، تا به اکنون پاس من می داشتی. گفت تا اکنون فسوسی بودم، بس طمع در چاپلوسی بودم. این زمان همدرد تو گشتم که من، در طلب از تو جدا گشتم به تن. از تو می دزدیدمی وصف شتر، جان من دیدان خود شد چشم پر. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر قالبش. مر تو را، این بیت بسیار مهمه، مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. تخم دولت در زمین می کاشتم، سخره و بیگار می پنداشتم. آن نبود بیگار، کسبی بود چست، هر یکی دانه که کشتم صد برست. بنابراین یک راه عالی برای دستیابی به طلب اینه که ما در کنار عاشقان راستین قرار بگیریم. مولانا از زبان اولیاء خدا به ما میگه که گر زان که نه ای طالب جوینده شوی با ما، ور زان که نه ای مطرب گوینده شوی با ما. گر زان که تو قارونی در عشق شوی مفلس، ور زان که خداوندی هم بنده شوی با ما. یک شمع از این مجلس صد شمع بگیراند، گر مرده ای ور زنده هم زنده شوی با ما. پاهای تو بکشاید روشن به تو بنماید، تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما. در زنده درا یک دم تا زنده دلان بینی، اطلس به در اندازی در زنده شوی با ما. بنابراین برای طالب شدن باید در کنار طالبان راستین قرار گرفت. هر که را بینی طلب پاره پسر، یار او شو پیش او انداز سر. که از جبار طالبان طالب شوی، و از زلال غالبان غالب شوی. و چهارمین عاملی که میتونه باعث پدید آمدن طلب در یک انسان بشه، دگرگونی یافتن بر اثر تجربه یک موقعیت رستاخیزگونه است. منظور از موقعیت رستاخیزگونه رویدادهای هشدار دهنده به تعبیر یالوم، یعنی رویدادهایی که زندگی ما رو در هم میکوبن، ما رو از مسیری که در پیش گرفتیم باز میدارن و روی دیگری از زندگی رو به ما نشون میدن. گاهی اوقات شخص در کمال آرامش مشغول زندگی خودشه و به هیچ روی در اندیشه امور معنوی نیست، ولی ناگهان حادثه شگفت‌آور از آن دست حوادث که اونها رو تجربه های رستاخیزگونه میخونیم رخ میدن و زندگی او رو از روال عادی خودش خارج میکنن. بعضی از این تجربیات رستاخیزگونه عبارتند از مرگ یک عزیز درجه اول، تجربه تنهایی عمیق و شدید، تجربه رنج بسیار شدید و عمیق مثل رنج یک بیماری لاعلاج یا دیر علاج، حوادثی مثل جنگ های عمومی، زلزله ها، سیل ها و نظایر اونها. در این تجربیات شخص غالبا بدون توجه عقلانی و بدون هیچ مطالعه و تأملی با تغییر نگاهی اساسی نسبت به جهان روبرو میشه. بر اثر این حوادث و به خاطر این تغییر نگاه، شخص به یک باره با وجوه سوگناک زندگی و با ناپایداری و فناپذیری و زودگذری لذات دنیایی روبرو میشه و خودشو بر لبه پرتگاه مییابه. این یافتن خود بر لبه پرتگاه حقیقتا تجربه شگفت‌آوری است و غالبا افرادی که این رو درک میکنن یا به نومیدی و سرخوردگی و افسردگی کامل میرسن و حتی ممکنه که به جنون یا به خودکشی برسه کارشون، و ممکن هم هست که مقدمات تحول عمیق روحی برای اونها فراهم بیاد. در واقع شخص با درک ناپایداری حیات و با فهم عمیق پوچ بودن بسیاری از آرزوها و خواسته های بشری در پی دستیابی به سطوح عمیق‌تر هستی برمیاد و لذات اصیل و آرامش دائمی و معنوی رو وجهه همت خودش قرار میده. چون این درک و فهم عمیقی باعث شعله ور شدن آتش طلب در درون شخص میشه. دردها و رنج‌های جسمی میتونن انسان رو طالب خدا کنن. برخی از انسان‌ها به تعبیر مولانا با دردهای جسمی
به وادی طلب میان. خب میشه موارد دیگری هم به اینا اضافه کرد، ولی من به همین مقدار اکتفا میکنم با ذکر دو نکته. یک نکته این که اگر در همه این موارد درد و بیقراری موجبات افسردگی و ناامیدی شخص رو فراهم نیارن و او رو به چاره‌جویی و عمل و تحول برانگیزن، میشه گفت که درد طلب دامنگیر شخص شده. این نیل به تغییر و دگرگونی باعث میشه که یک درد و رنج عظیمی به شخص روی بیاره و زندگی او رو مختل کنه. همین درد و رنج عظیم حرکت آفرین و امید بخشه که جوهره راستین طلب رو تشکیل میده. اجازه بدید که یک غزل سوزناکی از مولانا برای شما بخونم. مولانا در این غزل، خیلی سخت خوندن این شعر، واقعا آدم رو پوت میکنن اینقدر سخته. در این غزل حال کسی رو بسط میکنه که درد طلب دامن او رو گرفته. ظاهرا این شخص خواجه‌ای بوده که درد طلب باعث شده که شبانه شتابان به خانه مولانا بیاد و تا صبح سر بر دیوار بکوبه. ناله های سوزناک و آه‌های آتشین او زمین و آسمون رو هم به ناله در آورده. هیچ پزشکی نمیتونست از درد او آگاهی پیدا کنه. فقط کسی مثل مولانا میدونسته که درد او جسمی نیست و دردی عمیق همه ارکان وجودش رو فرا گرفته و چون این کسی به دارو و درمان نیاز نداره. او باید در این درد بسوزه تا پخته بشه. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است. چرخ و زمین گریان شده و از نالش نالان شده، دمهای او سوزان شده گویی که در آتش کده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دید جالینوس را نبضش گرفت و گفت او، دستم بهل دل را ببین رنجم برون قاعده است. صفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی، زین واقعه در شهر ما هر گوشه‌ای صد عربده است. نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش، که این عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است. گفتم خدایا رحمتی، کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است، نی مال کس را بستده است. آمد جواب از آسمان، کورا رها کن در همان، هم در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. این خواجه را چاره مجو، بندش منه پندش مگو، کانجا که افتاده است او نی مفسده نی معبده است. در حال مادام که این درد و بیقراری بر جان شخص چیره نشه، هیچ گونه تحول و پیشرفتی برای او متصور نیست. یقظه و توبه حقیقی هم نتیجه ناگزیر این دردند. در غیر این صورت توبه چیزی جز یک معامله زیرکانه نیست و تأثیری در زندگی معنوی شخص نداره. با توجه به این مطالبی که عرض کردم، میشه گفت که حق با عطاره، که طلب نخستین وادی سلوکه، به خاطر اینکه طلب توبه و یقظه رو هم در درون خودش داره. نکته دومی که در مورد این مطالبی که عرض کردم باید عرض کنم و خیلی مهمه، خواهش میکنم بهش توجه کنید، اینه که در همه موارد بالا، این چارتایی که عرض کردم و مواردی مثل اونها، شخص باید استعداد عرفانی یا دست کم ذوقی برای درک تجربه های زیبایی شناختی و معنوی داشته باشه تا یه اینجور حوادثی بتونن آتش طلب رو در وجود او شعله ور کنن. اگر کسی شاغل چنین ذوقی یا چنین استعدادی باشه، نه حوادث رستاخیزگونه، نه قرار گرفتن در کنار عارفان بزرگ و نه توجه کردن به خطاها و تباهکاری ها، هیچ کدوم نمیتونن او رو به طلب حقیقی برانگیزن. به سخن دیگه، بله میکنن که وسط کلامتون، چون ممکنه برای مخاطب سوالش بیاد، اگر میشه توضیحی درباره این مفهوم ذوق زیبایی شناسانه یا استعداد دریافت یک مفهوم معنوی، این مفهوم معنوی لزوماً
در واقع دینی هست یا میتونه غیر دینی باشه؟ این مفهوم زیبایی شناسانه حتما باید دینی باشه یا میتونه غیر دینی باشه؟ اگر میشه یه توضیح درباره این موضوع بفرمایید. این بحث خیلی مهمه و خیلی طولانیه، میترسم که اگه شروع کنیم ازش در واقع نتونیم به این سادگی بیرون بیاریم. ببینید، هر کسی استعداد یک کاری داره، همونجوری که یک کسی استعداد نجاری داره، یک کسی استعداد فیزیک داره، یک کسی استعداد شیمی داره، یک کسی استعداد ادبیات داره، کسانی هم هستن که ذوق عرفانی و استعداد سلوک معنوی رو دارن. اینها نشانه های مخصوص خودش رو دارن. دقت کنید، حالا یه روزی اگر فرصت بود درباره نشانه های استعداد عرفانی میشه مفصل صحبت کرد. این قبیل افراد به شکل مادرزادی و ذاتی در واقع کشش به طرف تجربه های معنوی و باطنی دارن و به هیچ وجه در واقع عوالم مادی اونها رو راضی نمی کنن. اینجور افرادی در واقع ممکنه به خاطر شرایط خانوادگی یا به سبب موانع اجتماعی نتونن استعداد عرفانی خودشون رو شکوفا کنن. سعدی توی گلستان میگه استعداد بدون تربیت ضایع میشه. واقعا همینجوره. چون کسانی هم هستن که استعداد عرفانی دارن، از همون بچگی و نوزادی خانواده در واقع کاری به کارشون ندارن و اونا میتونن آزادانه این استعداد رو پرورش بدن. اونها در آینده تولد دوباره پیدا نمی کنن و طلب هم مادرزادی با اونها وجود داره. اما این درد طلب بیشتر مخصوص کسانی است که در واقع استعداد مسائل عرفانی و معنوی رو دارن ولی به هر دلیلی این استعداد شکوفا نشده و سرکوب شده. دقت می‌کنید؟ و این استعداد ربطی هم به دین نداره. یعنی کاملا ممکنه یک کسی استعداد عرفانی داشته باشه ولی بدون در واقع دین و بدون خدا باوری، و ممکن هم هستی کسی کاملا استعداد عرفانی داشته باشه و به خدا هم اعتقاد نداشته باشه، چون در یک فرهنگی بار اومده که اساسا در به خدا صحبت نمیشه. دنیای بودایی ها اینجوریه در واقع، اونها در به خدا صحبت نمی‌کنن ولی بسیاری از بزرگترین عارفان از گروه از در واقع دین بودا، از آیین بودا هستن. نکته در اینجاست که ما باید صادقانه به عنوان خواننده شعرهای عطار و مولانا و دیگر عارفان، صادقانه حد خودمون رو بشناسیم و با یک خودشناسی عمیق و دقیق دریابیم که اهل طلبیم یا نه. اگر شخص با صداقت کامل در خودش چنین استعدادی رو نیافت، به هیچ وجه نباید خودش رو با عارفان مقایسه کنه. این مقایسه میتونه زندگی او رو ویران کنه. این مخصوصا در زمانه ما و در زمانهای عسرت که به خاطر اوضاع بد جامعه افراد زیادی جذب عوالم عرفانی میشن، خیلی خطرات بزرگ پیش میاد. همین الان نگاه کنید، یه عده‌ای به خاطر سرخوردگی از قرائت رسمی دین در جامعه ما، یه عده‌ای به خاطر اوضاع سیاسی جامعه، یه عده‌ای به خاطر از فرام خدمتون شکست های عشقی، یه دیگه به خاطر شکست های شغلی، یه دیگه به خاطر شکست های مالی و انواع دلیل های دیگه جذب عالم عرفان میشن. چون استعداد عرفانی ندارن، آرامشی هم از متون عرفانی و کلاس های عرفانی به دست میارن ولی به زودی با انواع ابهام ها و پرسش های بیپاسخ روبرو میشن و تناقض های یقه اونها رو میگیره که به این راحتی دیگه نمیتونن به زندگی خودشون بپردازن. بنابراین شخص اگر صادقانه در خودش استعداد عرفانی نیافت، میتونه در واقع از زیبایی های هنری و عرفانی آثار ادبی و عرفانی لذت ببره، از شور و شوق و آرامش عارفان بهره بگیره، از کشف نکات اخلاقی در آثار اونها خوشنود باشه، ولی بیهوده نقاب یک سالک طریقت را به چهره نزنه. چون این کسی میتونه بدون اینکه خودش رو درگیر جهان بینی عارفانه بکنه و بدون اینکه ریاضت‌های دشوار عارفان برای او اهمیتی داشته باشه، با صبر و کوشش و مجاهدت‌های معقول و متعادل خودش رو از مزایای زندگی عارفانه بهره‌مند کنه، به زندگی خودش شادی و امید و زیبایی تزریق کنه ولی وارد سلوک عرفانی که با طبیعت او سازگار نیست نشه. این خطری است که همه خوانندگان آثار عرفانی در واقع باش روبرو میشن و غالباً چون ازش خبر ندارن میفتن تو وادی مقایسه کردن خودشون با عارفان و تحمیل کردن احوال قدیسان بر خودشون به عنوان یک شخص متوسط و زندگیشون رو داغون میکنن. این موضوع واقعا جای کار فراوان داره. بسیار عالی. خب. آقای ان شاء الله فرصتی باشه درباره همین مفهوم استعداد عرفانی در خدمتتون باشیم. امیدواریم ان شاء الله امیدواریم. خب برم سراغ بخش بعدی بحثم. بله.
درباره ارزش و اهمیت طلب. علت این که عطار نخستین وادی سلوک رو وادی طلب قرار داده اینه که بدون طلب نمیشه به هیچ مقصد و مقصودی رسید، چه مقصد و مقصود مادی چه معنوی. تا طلب در اندرون نایت پدید، مشک در نافه زخون نایت پدید. به نظر مولانا هم طلب در هر کاری کلید رشد و پیشرفته. این بیت ها واقعا گنجن. این طلب مفتاح مطلوبات توست، طلب کلید همه هدف هاست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون مبشر در سیاه، میزند نعره که می آید سبا. گرچه آلت نیست در تو می طلب، نیست آلت حاجت اندر راه رب. هر چه داری تو ز مال و پیشه ای، نطلب بود اول و اندیشه ای. ما اگر در درس موفق شدیم، اگر در ثروت موفق شدیم، اگر در زندگی خانوادگی موفق شدیم، اگر در سیاست موفق شدیم، هر کدوم از ما طلبی و دردی یقه ما رو گرفته و ما رو به کوشش وادار کرده. ارزش انسان به قدر طلبی است که در وجود او هست. انسان بدون طلب مرداری بیش نیست، به تعبیر زیبای عطار. از درونی چون طلب بیرون رود، گر همه گردون بود در خون رود. هر که را نبود طلب مردار اوست، زنده نیست او صورت دیوار اوست. هر که را نبود طلب حیوان بود، حاش لله صورتی بی جان بود. بنابراین به نظر عطار طلب معیار انسانیته، معیار آدمیته. ارزش هر کسی به اندازه مطلوب او و طلب اوست. دقت میکنید؟ بنابراین ما اگر میخواییم بفهمیم کسی چقدر ارزش داره، باید ببینیم که او در طلب چه چیزیست. ما از طریق بررسی مطلوب هر کسی میتونیم در واقع بفهمیم که او چقدر ارزش داره. مؤمنی آخر درا در صف رزم، که تو را بر آسمان بوده است بزم. بر امید راه بالا کن قیام، همچو شمعی پیش محراب ای غلام. عشق میبار و همی سوز از طلب، همچو شمع سربریده جمله شب. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. دم به دم بر آسمان میدار امید، در هوای آسمان رقصان چو بید. دم به دم از آسمان می آیدت، آب و آتش رزق می افزایدت. گر تو را آنجا برد نبود عجب، من گرن در عجز و بنگر در طلب. ببینید چه مصرع درخشانیه. به عجزت نگاه نکن، به طلبت نگاه کن. کین طلب در تو گروگان خداست، زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. مردم وقتی طلب تو رو میبینن میگن بیچاره دیوانه شده، بیچاره مرده. این تاییدیست بر این که شما راه درست رو در پیش گرفتید. خلق گوید مرد مسکینان فلان، تو بگویی زنده ام ای غافلان. گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. به تعداد مطلوب ها طلب وجود داره. اگر به پیرامون خودمون نگاه کنیم میبینیم که هر کسی در پی مطلوبی است و عمرش رو در راه به دست آوردن اون سپری میکنه. باید بدونیم که ارزش هر طلبی به اندازه مطلوبشه و بلکه ارزش هر انسانی به اندازه مطلوب و طلبشه. کسی که طالب امور حقیره، شخصی حقیره، و کسی که خواهان امور والاست جانی والا داره. بنابراین برای شناختن میزان ارزش هر کسی کافیه که ما به مطلوب او نگاه کنیم. بنابراین ارزش هر کس به اندازه ارزش مطلوب اوست. هست صوفی صفاجو ابن وقت، وقت را همچون پدر بگرفته سخت. هست صافی غرق نور ذوالجلال، ابن کس نه فارغ از اوقات و حال. غرقه نوری که او لم یولد است، لم یلد لم یولد آن ایزد است. رو چون این عشقی بجو گر زنده ای، ورنه وقت مختلف را بنده ای. دوستان این سبیت از درخشانترین بیت های مولاناست و از اون بیت هاییست که باید همیشه مثل ذکر تکرارشون کرد. منگرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و در مطلوب خیش.
منگران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. گر یکی موری سلیمانی بجست، منگرن در جستن او سست سست. خب بریم به سراغ آخرین بحثی که میخوام عرض کنم. این بحث خیلی طولانیه، واقعا شاید 5 ساعت 6 ساعت زمان میخواد. من آخرین بحث رو که جواب سوال اول شما بود تقدیم دوستان میکنم و صحبتم رو به پایان میرسونم. بعد اگر سوال و جواب بود در خدمت هستم. بحث آخر من درباره ارکان اصلی طلبه. به نظر میرسه که ارکان اصلی طلب از نظر عطار 4 تا هستن: 1 درد و نیاز، 2 کوشش، 3 صبر و 4 شجاعت. من از جمع‌بندی مجموعه سخنان عطار درباره طلب و تحلیل اونها به عناصر سازندشون به این نتیجه رسیدم که در واقع طلب اصلی از نظر عطار 4 تا ویژگی داره، 4 تا رکن داره، 4 تا عنصر اصلی داره. یکی درد و نیازه که مرکز در مرکز در واقع طلب قرار داره، یکی کوششه، یکی صبره و یکی شجاعت. میتونیم این بحث رو با عنوان ویژگی های طالب حقیقی هم پی بگیریم. فرقی نمی کنه، از هر دو راه بریم به یک نتیجه میرسیم. من با عنوان ارکان اصلی طلب بحث رو پیش میبرم. بریم سراغ اولین رکن طلب که عبارت است از درد و نیاز، و من فکر کنم دیگه به بقیه یعنی کوشش و صبر و اون یکی نمیتونم برسم. با همین درد صحبت های خودم رو تموم میکنم. کلمه کلیدی در بحث طلب همین درد دوستان عزیز، که فکر کنم خانم هم قبل از من درباره این موضوع حتما صحبت کردن. همین کلمه درد که در کانون اندیشه های عرفانی عطار قرار داره و به نظر او تمام پیشرفت های معنوی شخص بستگی مستقیم به درد داره. این درد عین درمانه، به خاطر اینکه انسان رو از خودبینی و دیگر رذائل نجات میده. به تعبیر زیبای عطار، در واقع درد طلب درمان درد نفسی. تا نیاید درد این کارت پدید، قصه این درد نتوانی شنید. گر تو خواهی تا شوی مرد ای پسر، هیچ درمان نیست جز درد ای پسر. خیلی جمله تکان دهنده ها. بزرگ بهترین درمان یک انسان معنوی دردی است که پنجه بر جان او میندازه و او رو بیتاب و بیقرار و آشفته و سرگردان میکنه. به همین خاطر که عطار میگه اگر کسی درد طلب گریبان گیرش بشه دیگه به استاد احتیاج نداره. خود درد طلب بهترین استاده، به خاطر اینکه انسان رو بلند میکنه، انسان رو راه میندازه، انسان رو حل میده و راه رو به انسان نشون میده. درد طلب در واقع به منزله پیر سالکه و بدون این درد گفتگو درباره مسائل عرفانی هیچ سودی نداره. عطار میگه ذره ای این درد اگر برخی زدت، دل به صد درد دگر برخی زدت. گر شود این درد دامن گیر تو، بس بود این درد دایم پیر تو. بر نگیرد دامنت این درد زود، گفتگوی این ندارد هیچ سود. عطار درد رو پیر سالک میدونه، مولانا هم درد رو رهبر انسان میدونه و به نظر او درد مثل یک رهبر شفیق و مهربان سالک رو به مطلوب میرسونه. گر گران و گر شتابنده بود، آن که جوینده سیابنده بود. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. لنگلوک و خفت شکل و بیادب، سوی او میقیج و او را میطلب. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بوی شه. منظورم این مصرع بود که طلب در راه نیکو رهبر است. بعد مولانا میگه زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. در سوره مریم داریم که درد زاییدن مریم رو به طرف یک درخت تنه خشک درخت کشون و اونجا اون تنه خشک درخت در واقع رطب تازه، خرمای تازه داد. مولانا میگه علت این که مریم به سوی اون درخت رفت و اون درخت خوش بارور شد، دردی بود که پنجه بر جان مریم افکنده بود. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابون کشید. اجازه بدید که یک قطعه درخشان دیگه از مثنوی بخونم که معروف هم هست و جانتون واقعا پر بشه از نور و شادی و شکفتگی.
حسرت و زاری گه بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است. آن زمان که می شوی بیمار تو، می کنی از جرم استغفار تو. می نماید بر تو زشتی گناه، می کنی نیت که باز آیم به ره. عهد و پیمان می کنی که بعد از این، جز که طاعت نبودم کار گزین. پس یقین گشتیم که بیماری تو را، می ببخشد هوش و بیداری تو را. این جمله از جملاتی است که راز در عرفان. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درد است او برده است بو. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخزردتر. به همین خاطر که از نظر عطار و مولانا بزرگترین سرمایه هر انسانی دردشه، درد. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید پر ز عشق و درد و دود. اعمی روشندل آمد در مبند، پند او را ده که حق اوست پند. و به نظر مولانا و عطار درد از همه هستی ارزشمندتره. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. عطار در ستایش درد تا جایی پیش میره که درد رو از کفر و ایمان فراتر میدونه. میگه مؤمنان از خدا طلب ایمان میکنن و کافران هم به دنبال کفرند، ولی عطار میگه خدایا من نه کفر میخوام و نه ایمان، من درد میخوام. فقط به من درد بده، چون فقدان درد باعث مرگ روح میشه. ای ز فضلت نا شده نومید کس، حلقه و داغ تو هم جاوید بس. هر که را خوش نیست دل در درد تو، خوش مبادش زان که نیست او مرد تو. ذره ای دردم دهی درمان من، خیلی دعای بلندی است واقعا. ذره ای دردم دهی درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من. کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار را. از اونجا که خدا، تا اینجا داشتیم درد ستایی میکردیم در واقع، حالا هنوز من اصلا نگفتم درد چیه. از اونجا که یه نکته دیگه بگم، از اونجا که خدا مطلوب بی نهایتی است، نباید به هیچ کدوم از داده های خداوند قانع شد. هر چه طلب افزونتر باشه گنجینه های بیشتری به دست میاد. عطار میگه محمود غزنوی یک شب اومده بود توی خیابون، توی پیش خیابون یه خاکبیزی رو دید. خاکبیز کسانی بودن که خاک ها رو الک میکردن تا توش یه ریزه، یه قرازه، یک چیز ارزشمندی پیدا کنن. خاکبیزی رو دید که مشغول غربال کردن خاک هاست. محمود غزنوی یک بازوبند طلایی داشت، اینو انداخت توی اون خاک ها و رفت یکمی دورتر وایساد. دید که این شخص در حال غربال کردن خاک ها اون بازوبند طلا رو پیدا کرد و خوشحال شد و رفت. محمود غزنوی شب بعد دوباره اومد همونجا و دید که اون شخص همچنان مشغول خاکبیزیه. رفت بهش گفت که تو دیشب چیزی پیدا کردی که به اندازه خراج 10 عالمه، برو پادشاهی کن و از زندگیت لذت ببر، چرا دوباره اومدی خاکبیزی میکنی؟ مرد گفت من اون بازوبند طلایی بسیار با ارزش رو از همین راه به دست آوردم، بنابراین نمیتونم دست از تلاش بردارم. به امید این که به چیزهای با ارزشتری برسم همچنان به کار خودم ادامه میدم. پیام این داستان اینه که هر مقامی که حضرت حق به تو داد قبول نکن و بر طلب خودت اضافه کن و مطمئن باش که غنایم بزرگتر و ارزشمندتری در راهه. گر به دست آید تو را گنجی گوهر، در طلب باید که باشی گرمتر. آن که از گنجی گوهر خرسند شد، هم بدان گنج گوهر دربند شد. به هر چیز که قانع بشیم در همون حد متوقف میشیم. هر چیز که باعث رضایت خاطر ما رو بیاره، موجبات توقف ما رو هم فراهم بیاره. هر که او در ره به چیزی باز ماند، شد بتش آن چیز کو بت باز ماند. چون تنک مغز آمدی بی دل شدی، چون تنک مغز آمدی بی دل شدی. کس شرابی مست لایعقل شدی، می مشو آخر به یک می مست نیز. می طلب چون بی نهایت هست نیز. خیلی جمله درخشانیه. چون بی نهایت راه وجود داره و مرحله وجود داره، تا
طلب هم هیچ وقت به پایان نمیرسه و باید این طلب همیشه ادامه پیدا کنه. بنابراین طبق نظر عطار وصالی در کار نیست. کسی که ادعای رسیدن کرد مطمئن باشید یک لافزن دروغگو یا یک شیاده. ما باید در راه باشیم. کمال ما همینه که در راه باشیم، چون این راه پایان نداره. سیر فلاح که ته نداره، مگر کسی میتونه به انتهای خداوند برسه؟ شخص به هر مقامی که برسه میدونه که بالاتر از اون هم وجود داره. بنابراین توقف در هر مرحله‌ای باعث سقوط و رکود سالک میشه. بنابراین سالک راستین کسیه که در تمام عمر خودش بیقرار و بیتابه و پیوسته میکوشه و میجوشه و میخروشه و پیش میره و همین تلقیه که باعث میشه عطار درد طلب رو که بی درمانه عین درمان بدونه، چون دائم داره آدم رو پیش میبره و مانع ایستادن و قناعت میشه. گر همه شب روز میباید تو را، درد درمان سوز میباید تو را. من که درد عشق در جان من است، وی عجب این درد درمان من است. می نیابم آنچه می جویم همی، این طلب ساکن نمی گردد دمی. در میان این و آن درماندم، تا که جان دارم به جان درماندم. هست دریای محبت بی کنار. لابد به انتها برسه. سلام خوشحال خوب الان بله. سلام آقای دکتر، ببخشید نمیدونم چه اتفاقی افتاد. تا جایی که من اطلاع دارم اینستاگرام فرصت 4 ساعته میداد همیشه این مدت در لایو ها، ظاهرا الان دوستان میگن دوباره انگار 1 ساعته شده. اگر این اتفاق بله ظاهرا انشاءالله خیلی باشه. به هر حال برنامه اینستاگرام تغییر کرده. صحبت هاتون رو حالا تا جایی که در خاطر دارید و فکر میکنید که لازم هست ادامه پیدا کنه ما میشنویم، و اگر شما موافق هستین آقای دکتر یه فرصت کوتاهی هم برای پرسش و پاسخ بذاریم. حتما، چشم. با عرض سلام مجدد خدمت شما و دوستان عزیز، من در 4-5 دقیقه بحثو جمع میکنم که دیگه فرصتی باشه برای پرسش پاسخ. همونطور که عرض کردم، درد طلب باعث درد در مرکز معنایی طلب قرار داره و باعث بیقراری و بیتابی و جوش و خروش مداوم میشه و شخص رو به تلاش و حرکت وادار میکنه. پرسشی که در اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که اگر در تمام عمر سالک درد طلب در واقع تو زندگی او وجود داره، خب این باعث میشه که آرام و قرار از او سلب بشه و او فرسوده و پژمرده بشه. آیا درسته که طالب حقیقت بخواد عمر خودش رو با درد و رنج بگذرونه؟ پاسخ این سوال اینه که از نظر عطار و مولانا این درد نه تنها تلخ و جانگزا و رنج‌آور نیست، بلکه بسیار شیرین و خواستنی و دلنشینه. انسان رو به حرکت و کوشش وادار میکنه، به زندگی او معنا میبخشه و طمأنینه و آرامش خاطر رو براش به ارمغان میاره. حتما میدونه دیگه، تحقیقاتی که انجام شده در روی آدم های موفق معلوم شده که کسانی که به موفقیت های جهانی رسیدن حدود 10,000 ساعت برای اون مطلوب خودشون وقت گذاشتن و غالبا به شخصیت های ملی یا شخصیت های جهانی تبدیل شدن. اگر شخص مثلا روزی 3 ساعت کار کنه، در مدت 10 سال میتونه در واقع به اون مطلوب نهایی و به اون هدف نهایی برسه. و من با عده‌ای از افرادی که موفق بودن صحبت کردم، غالبا میگن ما 2 سال، 3 سال، 5 سال کوشش فراوان کردیم و بعد به موفقیتایی که می‌خوایم رسیدیم. ببینید، این که شخص یه جای برسه و بعد با موفقیتی که به دست میاره دست از کوشش برداره، در همون حد متوقف میشه. اینی که عطار میگه درد طلب شما رو در همه عمر به تلاش وادار میکنه، یعنی شما قانع نمیشید به آنچه که دارید. این معناش این نیست که حالتون بد میشه یا افسرده میشید یا پژمرده میشید. نه، شما با طمأنینه و آرامش کامل و با معناداری کامل پیش میرید، اما به آنچه که دارید قانع نمیشید. به همین خاطر که عطار در مقام نیایش از خدا میخواد که بر درد او اضافه کنه. خالقا بیچاره کوی توام، سرنگون افتاده دل سوی توام. ای جهانی درد همراه هم ز تو، درد دیگر وام میخواهم ز تو. رنج برد کوی تو رنجی خوش است، درد تو در قعر جان گنجی خوش است. هر چه خواهی میتوانی کرد تو، بیش گردان هر دمم این درد تو.
گر نماند درد تو عطار را، او نخواهد کافر و دیندار را. درد تو باید که جان میسوز، درد تو باید که جان میسوزدش، پای بر آتش جهان میسوزدش. درد تو باید دلم را، درد تو، لیک نه در خورد من، در خورد تو. درد چندانی که داری میفرست، لیک دل را نیز یاری میفرست. دل کجا بی لیک دل را نیز یاری میفرست. دل کجا بی یاریت دردی کشید، کین چنین دردی نه هر مردی کشید. به نظر مولانا هم کسی که درد داشته باشه هیچ وقت احساس ملال خاطر پیدا نمی کنه و پژمرده نمی شه. درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. کیمیای نو کننده درد هاست. این که از زیباترین تعریف های درد عرفانیه. درد عرفانی، درد حالا درد واقعی، کیمیای نو کننده است. یعنی انسان رو از همه تکرارها و ملال خاطرها نجات میده. کو ملولی آن طرف که درد هاست، این مزن تو از ملولی آه سرد. درد جو و درد جو و درد درد. و این درد طلب باعث شادی و نشاط میشه. عاجز و بیکسم مبین، اشک چو اطلسم مبین، در تن من کشیده بین اطلس زر کشیده را. هر که بود در این طلب بس عجب است و بلعجب، صد طرب است در طرب جان ز خود رهیده را. بنابراین طلب و طرب با هم همراهند. درد نه تنها نقطه عظیمت سلوک عرفانی و مایه اصلی پیشرفت‌های معنویه، بلکه معیار انسانیت هم به شمار میاد. درست به خاطر همین درده که به تعبیر عطار انسان بر فرشتگان برتری پیدا میکنه. از نظر عطار فرشتگان با همه مقامات بلندی که دارن فاقد دردن و همین باعث میشه که در مقام معلوم خودشون متوقف میشن. در قرآن از زبان فرشتگان میگه که ما منا الا له مقام معلوم. همه ما مقام های مشخصی داریم، اما انسان به خاطر همین درد روانسوز پرده دره که بدون توقف پیش میتازه و هر دم افقهای تازه ای رو فتح میکنه. گذشته از اینها، درد مایه تمامی عشق هم هست. درسته که عشق مغز کائناته، ولی جوهر عشق هم به نظر عطار درده و بدون درد عشق به کمال نمیرسه. عشق را با کفر و با ایمان چه کار، عاشقان را لحظه ای با جان چه کار. درد و خون دل بباید عشق را، قصه ای مشکل بباید عشق را. ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. عشق را دردی بباید پرده سوز، گاه جان را پرده در گه پرده دوز. ذره ای عشق از همه آفاق به، ذره ای درد از همه عشاق به. عشق مغز کائنات آمد مدام، لیک نبود عشق بی دردی تمام. قدسیان را عشق هست و درد نیست، درد را جز آدمی در خرد نیست. عطار ذره‌ای درد را از همه دنیا برتر میدونه، به خاطر اینکه از نظر او درد باعث زندگی و نشاط میشه و هیچ پیشرفت و درمانی بدون درد وجود نداره. خب حالا این درد چیه؟ به نظر عطار این درد، درد خداست. در عرفان درد خدا، وقتی که شخص در یابه بی خدایی چه رنج هولناکیه و بعد از دوری خودش از حضرت حق آگاه بشه، سراپای وجود او به درد طلب تبدیل میشه و مادام که در او فانی نشه از پا نمیشینه. ابوالحسن خرقانی میگفت آن کس که تشنه خدا بود، اگر هرچه آفریده است به ویدهی سیر نشود. ابوالحسن خرقانی جای دیگه در مقام مناجات میگه الهی اگر اندامم درد کند شفا تو دهی. لطفا دوستان دقت کنید، یک جهان حرف و زیبایی و ظرافت تو این جمله ابوالحسن خرقانیه. اگر اندامم درد کند شفا تو دهی، چون تو هم درد کنی چه کسی مرا شفا میدهد. به تعبیر تو هم درد کنی دقت کنید، تو من درد میکنه، خدای وجود من درد میکنه. این معناش اینه که من در واقع احساس میفهمم که از خداوند دورم و این احساس طلب و احساس تشنگی و نیاز
منو بیقرار و بیتاب میکنه. درسته که لطفهای خدا بیپایانن و نهایتی برای موهبتهای هستی متصور نیست، قابل تصور نیست، ولی شرط اصلی بهرهگیری از این لطفها و موهبتها نیاز و تشنگیه. هر انسانی به اندازه نیازش از خدا بهرمند میشه، همونجوری که هر ظرفی به اندازه گنجایشش از دریا بهرمند میشه. نیاز یک کوزه چند لیتر آبه، بنابراین اگر کوزه به سوی دریا بره، بهره او به اندازه همون ظرفیت محدودشه. کوزه برای برخورداری هرچه بیشتر از دریا باید ظرفیت خودش رو گسترش بده. این یکی از مهمترین رازهای عرفانیه. عموم انسانها شتاب زده در پی وصالند، بیان که ظرفیت بهرمندی از حضرت محبوب رو در خودشون پدید آورده باشند. حال اینها مثل حال کسیه که بدون حس تشنگی در میان دریای آب شیرین بیفته. روشنه که او یک قطره هم از این دریا نصیب نمیبره. برای بهرمندی از آب دریا باید لزوماً تشنه بود. آب در دنیا کم نیست. اون چیزی که کمه تشنگیه. اجازه بدید به یکی از قانونهای مهم عالم معنا اشاره کنیم. در عالم ماده ما باید بیل و کلنگ به زمین بزنیم و زمین رو بکنیم تا به آب برسیم. اما در عالم معنا راه رسیدن به آب نه چاه کندن بلکه تشنه شدنه. از کتاب آینه جان از استاد آرش نراقی صفحات 33 و 34 عرض کردم. به همین منوال نیاز نوزاده که باعث میشه شیر از سینه مادر بجوشه. اجازه بدید که شرح این موضوع رو از زبان فوق‌العاده درخشان مولانا بخونیم. مولانا می‌نویسه، میگه بیان آن که حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه به استدعای حاجت آفرید. دوستان گنج این جمله، خداوند به استدعای حاجت خلق میکنه. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعا، اضطرار گواه استحقاق است. دوستان جان بسپارید به این کلمات آسمانی مولانا. هرچه رویید از پی محتاج روست، تا بیابد طالبی چیزی که جوست. حق تعالی گر سماوات آفرید، از برای دفع حاجات آفرید. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا فقری نوا آنجا رود. هر کجا مشکل جواب آنجا رود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود. در عالم ماده باید بریم کنار دریا کشتی بسازیم. در عالم معنا کشتی ما توی بیابون ساخته شد، آب میاد به طرف کشتی ما. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تا نزاید طفلک ناز و گلو، کی روان گردد ز پستان شیر او. رو بدین بالا و پستی ها بدو، تا شوی تشنه و حرارت را گرو. بعد از آن از بانگ زنبور هوا، بانگ آب جو بنوشی ای کیا. تشنه که بشی صدای بال زنبور راه آب رو به تو نشون میده. تشنه که بشی از در و دیوار عالم آب میجوشه. دوستان مشکل در نبود آب نیست، مشکل در نبودن تشنگی ماست. به همین خاطره که مولانا و عطار میگن حاجت و نیاز و تشنگی اصل همه پیشرفت ها و برخورداری هاست. نفس موشی نیست الا لقمه رند، قدر حاجت موش را عقلی دهند. زان که بی حاجت خداوند عزیز، می نبخشد هیچ کس را هیچ چیز. گر نبودی حاجت عالم زمین، نافریدی هیچ رب العالمین. وین زمین مضطرب محتاج کوه، گر نبودی نافریدی پرشکوه. بر نبودی حاجت افلاک هم، هفت گردون نافریدی از عدم. آفتاب و ماه و این استارگان، جز به حاجت کی پدید آمد عیان. به به برای دو بیت. پس کمند هست ها حاجت بود. اگر میخواید هستی شکار کنید، هستی رو با کمند نیاز میتونید شکار کنید. پس کمند هست ها حاجت بود، قدر حاجت مرد را آلت بود. پس بیفزا حاجتی محتاج زود،
بجوشد در کرم دریای جود. کسی که در خودش درد و نیاز و تشنگی بیابه، دیگه به هیچ وجه خودش رو با امور بیهوده سرگرم نمی‌کنه، از مسائل زودگذر و ناپایدار آرامش نمی‌گیره، سراپا به آتش و شور و شوق تبدیل میشه و به جستجوی مطلوب خودش می‌پردازه. دیگه اطلاعات زائد، آگاهی‌های ناسودمند، هیچ کدوم از اینها برای او ارزشی ندارن و او سر از پا نشناخته به دنبال مطلوبش میره. جمع‌بندی کنم دوستان، با توجه به مطالبی که عرض کردم، درد از واژگان کلیدی در عرفان عطار و مولاناست، بیشتر عطار. درد عبارت است از نوعی احساس تشنگی و نیاز شدید به خدا که سالک رو به تلاش و تکاپوی بیوقفه برمی انگیزه و او رو از دغدغه های حقیر و مطلوب های بیارزش دور می کنه و باعث میشه که شخص از خطرات نهراسه و بر همه موانع پیروز بشه. استاد شفیع کدکنی در مقدمه کتاب الهی نامه عطار صفحه 34 درباره درد می نویسن: کیمیای راستین را که در درون آدمی است، عطار درد می خواند. درد در واژگان عرفانی عطار مفهومی ویژه دارد که با الم و وجع در عربی یا معادلهایی که در زبانهای دیگر وجود دارد قابل انطباق نیست. در یک کلام می توان درد را آنچه خواهند و نامش ندانند نامید و به نیروی طلب و شوق و آمادگی برای پذیرفتن امور ذوقی و هنری و روحانی ترجمه کرد. بنابراین وقتی که عطار میگه درد رکن طلبه، منظورش اینه که طلب همراه با کوشش، همراه با امیدواری، همراه با تلاش پایان ناپذیر و همراه با قانع نشدن و همراه با زیاد شدن گنجایش و ظرفیت و سعه وجودی و همراه با نهراسیدن از خطرها و سرگرم نشدن به امور در واقع امور زائد و امور بیهوده است. امیدوارم که این بحث مختصر برای دوستان عزیزم جالب بوده باشه. اگر یه ذره طول کشید واقعا ازتون عذرخواهی میکنم، چون حجم مطالب خیلی زیاد بود و میخواستم که اجمالا یه مقدارش رو خدمت شما عرض کنم. خیلی ممنون از صبر و حوصلتون. انشالله که درد دامن جانتون رو بگیره و اگر هم دارید بیشتر بشه و بیقرار و بیتاب حقیقت باشید همیشه. زنده باشید آقای دکتر. من که واقعا سیر نمیشم از این صحبت های شیرین و این دریای عمیقی که واقعا هر چی آدم نزدیکتر میشه، در واقع حالا نزدیک که نه، همین قدری که داریم از دور هم بهش نگاه میکنیم متوجه عظمتش میشیم و حیران و حیرت زده این عظمت هستیم. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم، من خودم خیلی سوال دارم، حالا مخصوصا این بحث تشنگی رو که مطرح کردین و بعد برای من بحث استعداد عرفانی هم تداعی شد. به هر حال من این سوال برای من به وجود اومد که لزوما با توجه به اون مفهوم استعداد عرفانی همه قرار نیست همه انسان ها تشنه باشن. آیا ما میتونیم چنین در واقع نتیجه گیری رو داشته باشیم که قرار نیست تمام انسان ها تشنه باشن، یا نه همه تشنه هستن اما به فراخور و هر حال به فراخور همون بحث بحر و کوزه رو شاید بتونیم مطرح کنیم؟ بله، ببینید واقعا خیلی موضوع رازآلودیه و من اگر ادعا کنم همه بخش های این سوال رو میتونم جواب بدم، قطعا لاف گزافی زدم. اولا قرار نیست که همه در یک مسیر طالب باشن، دقت میکنید، به خاطر که هر انسانی یک موجود یگانه و منحصر به فرده و شبیه هیچ کس دیگری نیست و به تعبیر زیبای قرآن در سوره اسراء کلون یعمل و علا شاکلته، به تعبیر مولانا هر کسی را بهر کاری ساختن، نیر آن را در دلش انداختن. واقعا لزومی نداره اصلا همه مردم درد عرفانی و طلب عرفانی داشته باشن، چون همه از یک راه به آرامش نمیرسن و همه از یک راه به سعادت نمیرسن. هر انسانی یک مجموعه ای از دارایی ها و استعدادها در خودش داره و با توجه به اونها در واقع باید مسیر زندگی خودش رو پیدا کنه و تو اون مسیر بره. بنابراین حرفایی که عطار و مولانا برای طلب عرفانی میزنن، اون رو ما میتونیم در همه جا ازش استفاده کنیم. منی که ادبیاتی هستم، اگر دکترامو گرفتم و دیگه دچار این توهم شدم که من دیگه استاد ادبیاتم و به مطالعه و به کلاس و به تحقیق و تأمل نیاز ندارم،
یعنی دست از طلب برداشتن. اونی که استاد فیزیک، اونی که کشاورز، اونی که کارگر، اونی که آشپز، اونی که رفتگر، اونی که مدیریتی داره و حاکم در واقع مقام حکومتی داره، همه اگر همیشه خودشون رو تشنه و نیازمند بدونن در رشته ای که توش هستن، از همون راه میتونن به اون آرامش و صفا و لطفی که میخوان دسترسی پیدا کنن. و من به نظرم همه استعداد عرفانی ندارن و اصلا مطلوب نیست که در یک جامعه همه آدم ها دنبال عرفان برن، چون عرفان اگرچه شخصی به شکل شخصی متعالی و نجات بخشه، ولی اگر جنبه اجتماعی بگیره و به وجه غالب یک جامعه تبدیل بشه بسیار خطرناکه و انحطاط آور و در واقع زیانباره. بنابراین خودشناسی و حدشناسی که مولانا خیلی روش تاکید میکنه تو مثنوی اینه که من بدونم واقعا اولا استعداد عرفانی دارم یا نه. اگر دیدم ندارم، و همه ما استعداد اخلاقی زیستن، استعداد سالم زندگی کردن، استعداد بهزیستی و بهروزی داشتن، همین استعدادها رو داریم، میتونیم روی این قبیل استعدادها سرمایه گذاری کنیم و بیهوده در واقع عمرمون رو در راهی که استعدادشو نداریم هدر ندیم. بله، بسیار عالی، ممنون آقای دکتر. یکی دیگه از دوستان، خانم اکفان، سوال کردن که البته توی صحبت‌ها شما اشاره کردین، ولی من با سوالشون رو تکرار میکنم و ایشون میگن رسیدن به اون مسیر، یعنی فکر میکنم سلوک عرفانی رو مد نظر دارن، خیلی سخته، آیا باید از لذت‌ها چش بپوشیم؟ ببینید واقعا ذات این زندگی در این دنیا اینجوریه که شما برای به دست آوردن چیزی حتما باید چیزهایی رو از دست بدید و هزینه‌اش رو باید بپردازید. این فقط هم به عرفان بستگی نداره، به عرفان ربط نداره. مثلا شما فرض کنید که میخواید در مثلا ورزش دو میدانی قهرمان المپیک باشید، انجام میدن انجام ندید، یعنی دیگران میگیرن تا مثلا در صبح میخوابن، شما باید پاشید برید بدوید، دیگران هر غذای دلشون خواست میخورن، شما این کارو نمیکنید، دیگران روزی 7 8 ساعت وقتشون رو تلف میکنن، شما این کارو نمیکنید، چون میخواهید به اون هدفتون برسید. هر کسی در هر مسیری قصد پیشرفت داشته باشه، ناگزیره که یه مقداری از لذت ها و ارزونم خوشی ها رو که با اون هدف در تعارض هستن از اونها چشم پوشی کنه. اما چون این کار داره با هدف اتفاق میفته و درست داره انجام میگیره، به هیچ وجه مایه عقده های روانی و سرکوب های درونی و محرومیت های نفسانی رو پدید نمیاره و بلکه شخص رو بانشات میکنه. اگر شخصی برای رسیدن به اهدافش چشم بر یک سری لذت ها پوشید، ولی در درون خودش احساس کرد که عقده های روانی و محرومیت های درونی داره اذیتش میکنه، باید بدونه که گام در راه نادرستی گذاشته و حتما باید با یه خودسازی برگرده و این رو اصلاح کنه. ولی راه معنویت در واقع حتما همراه با گذشتن از یک سری لذت ها و مطلوب ها، اینی که شخص کار کنه، پول به دست بیاره و پولش رو خرج خودش کنه، لباس بخره، غذا بخوره، تفریح بره، سفر بره، از این حرفا، این خیلی شیرینه. اما یک انسانی که میخواد عارف بشه نمیتونه این کار بکنه، او با از بسیاری از این لذت ها میگذره تا گرسنه ها رو سیر کنه، تا به نیازمندان کمک بکنه، تا دست کسی رو بگیره. بنابراین یک سری سختی ها رو تحمل میکنه، ولی در کنار این سختی هایی که تحمل میکنه، شادی ها و خوشی های فراوان تری در واقع در انتظار او خواهد بود. بله بله، بسیار عالی، خیلی پاسخ جامعی بود، ممنون آقای دکتر. اگر دوستان از این سوال دیگری هم دارن، ما در خدمت آقای دکتر هستیم، اگر نه ناچاریم که بحث رو وقت اذان دیگه و وقت افطاره دیگه مزاحم دوستان نشیم که به کار هستیم برسن. امیدواریم عبادات دوستان مایه رشد و پیشرفت معنویشون باشه و وجودشون بیش از پیش در نور و مهر و آرامش باشه. از شما هم خیلی خیلی ممنونم به خاطر اینکه زحمت کشیدید حوار با دوستانتون برنامه رو برگزار کردید. بله، زنده باشید آقای دکتر، ممنون و در واقع آغاز ماه مبارک رمضان رو هم به شما و دیگر دوستان من تبریک میگم. خیلی اتفاق مبارکی بود که در امروز هم آغاز ماه رمضان و هم روز بزرگداشت عطار در خدمت شما بودیم و در واقع از نور گفتیم. به هر حال ممنون آقای دکتر، متشکرم از حضورتون. زنده باشید. خدا.
میشه باز هم در شما باشیم. خدا حافظ شما. خدا حافظتون. به سلامت. بله، جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. تمام میکنیم بحثمون رو، در دو قسمت سیو کردیم، ذخیره کردیم این برنامه رو، قسمت اول و این هم قسمت دوم. امیدوارم که همه طالب باشیم، همه دردمند باشیم و در مسیر نور قدم برداریم، حالا هر کسی به شیوه خودش، به شکل خودش. حتما برنامه ذخیره میشه. برنامه های ما رو عزیزان دنبال کنید، انشالله باز هم با موضوعات دیگری در خدمتون هستیم. به زودی روز بزرگداشت سعدی رو داریم، اول اردیبهشت. امیدوارم بتونیم با برنامه دیگری درباره سعدی حتما همراهتون باشیم. برنامه های ما رو برای کودکان و جوانان و بزرگسالان حتما دنبال بفرمایید. در حوزه های مختلف برای کودک، قصه های شاهنامه، قصه های مثنوی، قصه نقاشی، داستان نویسی، فیلم نام نویسی، فلسفه برای کودک، و در برای بزرگسالان دوره های حافظ شناسی، سعدی خانی، مثنوی خانی، شاهنامه خانی، تسلی بخشی های هنر، کتاب خانی، تفکر انتقادی و از این قبیل داستان نویسی همراهتون هستیم. ممنون میشم صفحه ما رو دنبال کنید، برنامه های ما رو دنبال کنید. از پیشنهادهای شما برای بهتر شدن این صفحه، برای هر موضوعی که فکر میکنید کارآمد هست استقبال میکنیم و صفحه ما رو به دوستداران فرهنگ و ادبیات لطفاً معرفی کنید. حق یارتان.